سلام چهارشنبه هفت مهر 95 28 سپتامبر 2016 میلادی در مورد چهار موضوع امروز صحبت میکنیم موضوع اول اینکه دیروز ششم مهر ماه همزمان در تهران مشهد تبریز و کرمانشاه بازنشستگان فرهنگ تجمع اعتراضی داشتند در تهران جلوی مجلس شورای اسلامی بازنشستگان آموزش پرورش تجمع داشتند و خواسته این زحمتکشان جامعه مسئله افزایش دست است که با رشد تورم عملا بیش از پنجاب و هفت درصد قدرت خریدشون رو از دست دادن این برای چندمین باره که بازنشستگان فرهنگی بعد از عمری زحمت در مدارس تجمع دارند و خواستار تامین حداقل معیشت و زندگی آبرومند هستند. در دزفول بعد از سخنرانی یک طلبه جوان در هفته جنگ و حملات به عرفان و تصوف دراویش تجمع اعتراضی داشتند که منجر به دستگیری چند نفر اونها شد اما بلا فاصله جلوی کلانتری چهارده که دستگیر شدگان رو به اونجا برده بودند در آویش تجمع اعتراضی دیگری برگزار کردند که این بار معمولین به اونها حمله کردند ضرب و شتم و گاز اشکاور و دستگیری تعداد بیشتر و انتقال به اطلاعات اما در آویش باز هم به تجمع اعتراضی ادامه دادند خواستار آزادی همراهانشون شدند که این بار آزاد شدند در کلانتری و فرمانده نیروی انتظامی شخصا دست تعهد داد که بقیه هم آزاد میشه این حرکت که در بعد از دستگیری تجمع اعتراضی در جلوی محل دستگیری صورت میگیره و خواستار آزادی میشن از تاکتیک های شناخته شده این مبارزات مدنی است که در بسیاری موارد هم موثر واقع میشه در تهران ناشنوایان در میدان امام خمینی تجمع داشتند به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان که شعارش استفاده از زبان اشاره ناشنوایان و زنفرس استفاده از فرصت های برابر هست در پلاکاردی که به دست داشتند آورده بودند که با استفاده از زبان اشاره در فرصتهای از فرصت های برابر تحصیلی شغلی و زندگی چون شنوایان میتوانم برخوردار شوند 300 کارگر حمل و نقل ریلی رجا هم دو ماهی که حقوق نگرفتند و تا کنون 18 نفر اونها هم اخراج شدند 100 کارگر نصب نیرو در کهنوج کرمان هم 6 ماهی که حقوق نگرفتند و 280 کارگر پتروشیمی پردیس هم مجددا دست به تجمع اعتراضی زدند برای اینکه وعده هایی که, که کارفرما داده بود در خصوص حذف شیفت اجباری محقق نشده دستمزدشون کاهش پیدا کرده و خطر اخراج و ناامنی شغلی هم دارد نرگس محمدی فعال سرشناس حقوق بشر هم که در دادگاه بدوی به 16 سال زندان محکوم شده بود توسط قاضی سلواتی در اینن در دادگاه تجید نظر هم حکم 16 سال زندان او تایید شده و البته با قانون جدید تعذیرات اسلامی بالاترین حکم که 10 سال هست برای او قطعی شده این مادره دو فرزند از بیماری های ریه و فلج ازولانی رنج میبره و پزشکی قانونی بارها تصریح کرده که امکان تحمل کیفر و زندان رو نداره موضوع دومین که کنگره امریکا مشغول بررسی طرح جدیدی است که اگر به تصویب برسه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سازمان تروریستی شناخته میشه سپاه که نیروی قدس اون مدت ها سازمان تروریستی شناخته شده و بخش های مختلفش هم به عنوان سازمان تروریستی و سرکوب حقوق بشر قبلا مشمول تحریم شدند اگر این در تصویب بشه کل سازمان سپاه با اساسات مالی خبری غیره و غیره اون مشمول تحریم های امریکا خواهند شد قبلا در دولت آقای اوباما معمولا تصویب این طرحهای جدید با تهدید وتو کردن رئیس جمهور یا متوقف میشد یا بعد از تصویب وتو میشد اما با توجه به اتمام دوره آقای اوباما احتمال اینکه این طرحها این به تصویب برسه و نهایی بشه وجود داره فرمانده هوافضای سپاه هم عنوان کرده که موشک های ایران بیش از 2000 کیلومتر برد ما احتیاج نداریم برای اینکه هدف اصلی ما نابودی اسرائیل این برای چندمین باره که فرماندهان سپاه و به خصوص بخش موشکی یا روی موشک به زبان عبری نابودی اسرائیل رو می و یا در اظهارات تند خودشون خلاف مصوبات سازمان ملل که هیچ عضوی نمیتونه خواهانه حذف عضو دیگه ای بشه و رسما تهدید به جنگ بکنه رسما خواستار حذف اسرائیل بشه موضوع سوم این که آقای زنگنه وزیر نفت در نشست الجزایر رسما اعلام کرد که ایران تا به سهمیه خودش در اوپک چهار و دو دهم میلیون بشک تولید روزانه نرسه طرح فریز کردن رو نمیپذیره و ایران باید از فریز کردن مستثنا بشه عربستان مدتی است که به عنوان یک مانور سیاسی مطرح میکنه که اگر ایران بپذیره عربستان هم فریز نفتی رو میپذیره و میخواد ایران رو در سطح همین تولید 3.6 میلیون و هزار فعلی نگه داره ادای ایران درسته برای اینکه میگه من تحریم بودم در بازار نبودم و این دیگران هستند که با افزایش تولید باعث سقوط قیمت نفت شدن و این دیگران باید کاهش بدن نه ایرانی که تازه باید برگرده سر بازار قبلیش و این خطر وجود داره که اگر جمهوری اسلامی بپذیره سهمیه او این رویه سهمیه 13 درصدی ایران در اوپک رو پایین بیاره عراق گفته که در رأس گروهی از کشورها در حاشیه اجلاس الجزایر میخواد بین ایران و عربستان میانجیگری بکنه تا اختلافات این دو کشور روی اوپک تأثیر نگذاره احمد حکیمی پور عضو شورای شهر تهران هم عنوان کرده که واگذاری شهروند به بانک شهر به دلیل بدهکاری های شهرداری به این بانک و شهرداری تهران اصولا به دلیل قرارداد 20 هزار میلیارد تومانی که خودش رو متعهد کرده به سپاه بپردازه بسیاری درآمدهاش رو به حلقوم سپاه میریزه و بزل و بخشش های مختلف با کمبود پول مواجه و شورای شهر رو هم خیلی اوقات آقای شهردار اصلا در جریان نمیگذاره از جمله 8 میلیارد تومن هم گفته شده به هیئت های عزاداری در آستانه محرم شهرداری پرداخته موضوعی که آقای مختاباد عضو دیگر شورای شهر اعتراض کرده و گفته کار درستی نیست و هیئت ها رو هم دولتی میکنه آقای پور محمدی رئیس سابق سازمان بازرسی کل کشور هم اعلام کرده که نامه آقای مشایی برای واگذاری فولاد خوزستان به محافرید امیر خسروی و پرونده 3000 میلیارد تومنی که توصیه آقای احمدی نژاد رو هم زیر اون داره موجوده اما موضوع آخر اینکه آقای احمدی نژاد در نیمه شهری ورما سخنرانی کرده که منتشر شده و در اونجا گفته هر جا میروی و میگوی احمدی نژاد همه طرفدارش هستند جناب صدیقی امام جمعه تهران هم خواهان خیزش لعن و نفرین در حوزه ها شد اندکی صفت سهر نزدیک هست تا فردا شاب پیروز موفق و سرفراز باشید به با امید پیروزی ایران و ایرانی